خب دوستان در بخش قبل در واقع ما یه توضیحاتی در مورد این پنل پیشخان دادیم که حالا چه سری تغییرات را خاصی روش اعمال بکنید بیایم به سراغ تنظیمات خود وردپرس خب در این قسمت ما میخوایم نوشته ها رو به شما معرفی بکنیم من الان روی این گزینه همه نوشته ها میزنم زمانی که ما وردپرس رو نصب میکنیم یک نوشته سلام دنیا به صورت دیفالت روی در واقع سایت شما هست که حالا ما نیازی بهش نداریم و میتونیم اون رو حذف بکنیم خب اگر الان ببینید ما هیچ نوشته نداریم اگر بخوایم حالا یک نوشته جدید توی سایتمون ایجاد بکنیم میتونیم این گزینه افزودن نوشته رو بزنیم تا حالا بتونیم یک نوشته و یک مطلب جدید رو توی سایتمون منتشر بکنیم خب ببینید اینجا در واقع این حالتی که شما ملاحظه میکنید حالت گوتنبرگ هست که در واقع جدید ویرایشگر جدید وردپرس هست که به این صورته و شما میتونید از این حالت استفاده بکنید توی قسمت افزودن عنوان فرض کنید من میخوام یک عنوانی بنویسم به اسم مثلا آموزش طراحی سایت آموزش طراحی مثلا سایت با وردپرس طراحی سایت با وردپرس این میشه عنوان این مطلبی که من میخوام منتشر بکنم حالا توی آموزش طراحی سایت با وردپرس قسمت بعدی یک بلوکی واسه ما ایجاد میشه که توی این بلوک ما میتونیم حالا اون مطلبی که دوست داریم رو وارد بکنیم که من حالا یه مطلبی رو میرم از سایت تهران کپی میکنم میارم در مورد مثلا طراحی سایت با وردپرس و اینجا قرار میدم ببینید فرض بکنید من این حالا این متن رو از اینجا کپی میکنم و میرم تو این حالت ویرایشگر و در واقع این متن رو اینجا درج میکنم خب همونطور که ملاحظه میکنید این متن الان درج شد حالا فرض کنید ما میخوایم این نوشته رو الان منتشر بکنیم نوشته با نام آموزش طراحی سایت و با وردپرس اینجا دکمه انتشار رو میزنم میگه مطمئنی میخواد منتشر بشه بله خب منتشر و نمایش نوشته میرم که حالا نوشته ای که منتشر کردن رو ببینم الان خب طبیعتا هیچ قالب روی سایت من نیست خب ظاهر سایت من این شکلی هستش الان ببینید نوشته ای منتشر شده با نام آموزش طراحی سایت با وردپرس این هم مطلبیه که اینجا قرار گرفته این مطلبی که حالا فرزن ما نوشتیم نکته ای که من در حالا اینجا لازم شد از شما عرض بکنم شما یواش یواش باید اصولهای در واقع انجام تولید محتوا رو واسه سایت هاتون یاد بگیرید سعی بکنید توی سایت های مختلف در واقع شروع بکنید مقالاتی که منتشر میشه رو بخونید مقالات سئو شده که حالا انشالله توی حالا آموزش های اوی که توی کلاس های سئو با هم داشتیم در آینده بتونیم حالا بیشتر روی این مباحث کار بکنیم ولی خب از همین الان شروع بکنید مطالعه کردن چون یکی از کارهای بسیار مهمی که شما توی سایتتون لازم انجام بدید اینی که بتونه یک محتوای استاندارد رو به کاربرانتون در واقع ارائه بدید که در واقع کاربران شما از خوندن اون مطلب لذت ببرن و اون مطلب انقدر مفید و کاربردی باشه که در واقع مدت زمان زیادی کاربران رو توی سایت شما نگه داره خب که طبیعتا این موضوع منجر به در واقع سئو شدن سایت شما هم خواهد شد اینجا ببینید خب این در واقع پنل ویرایش در اختیار من قرار گرفته بریم توی ویرایشش حالا مثلا یه سری تغییرات روی وردپرس نوشتم اونو انجام بدیم ببینید خب توی در واقع ویرایشگر وردپرس خب همانند یک فایل ورد که احتمالا باش کار کردی شما میتونید یه سری تنظیمات روی متنتون انجام بدید به عنوان مثال من میخوام یک قسمتی از این متن رو مثلا با حالت بول یا برجسته در بیارم میتونم اینجا بولدش بکنم اینجا حتی گزینه مثلا لینک در اختیار ما هستش ما مثلا میتونیم یه قسمتی از این نوشتمون رو لینک بدیم به یه جای دیگه کافیه بیام سلکتش بکنم و اینجا از این ابزار لینک استفاده با. مثلا بگم بره تو سایت گوگل مثلا میگم آقا برو توی گوگل کام اینتر بکنم و مجددا من الان اینجا میتونیم یک پیشنمایش از نوشتمون داشته باشیم خب ببینید الان ببینید اون قسمتی از متن من که برد شد و این قسمتی که من گفتم برو تو سایت گوگل حالا به حالت لینک در اومد دقت بکنید موس من الان رفته روی این قسمت به حالت لینک در اومد و در واقع میره توی سایت گوگل خیلی راحت میتونید تنظیمات رو روی نوشتتون انجام بدید و حالا من بیام اینا رو بردارم فعلا این رو حالا از حالت لینک درش بیارم واسه اینکه حالا نوشته رو از حالت لینک در بیارید فقط کافیه که در واقع اون رو در واقع سلکت بکنید یا این گزینه آن لینک رو بزنید که در واقع اون پیونده از بین بره یا اینکه اون یو آر ال کلا پاک بکنید تو اینها ببینید یه نقطه رو که من می‌خوام خدمتتون عرض کنم توی ویرایشگر جدید وردپرس ببین من الان فرض کن این متن رو نوشتم درسته فرض کنید میخوام یه قسمت دیگه به متن اضافه بکنم مجددا یک بلوک جدید ایجاد خواهد شد و من مجددا برم مثلا سطر بعدی یه متن جدید رو اضافه بکنم مجددا یک بلوک جدید به در واقع ساختار و بدنی نوشته من اضافه خواهد شد در ظاهر این مشکلی واسه ما نداره اما خب ببینید چون ما در آینده در واقع گفتم کلاس های سه او اینها رو با همدیگه داریم یه سری مباحث رو توی نوشته هامون در واقع باید در نظر بگیریم سه او که حالا اگر با مفهوم سه آشنا نیستید من الان یه پیش بگم چون در واقع فعالیتی که ما در کلاس های طراحی سایت با وردپرس حالا چه کلاس های مقدماتی چه پیشرفته انجام میدیم سعی میکنیم یه سری اصول سئو رو هم در نظر بگیریم اصول در واقع قوانینی که واسه سئو سایت لازمه و حالا اون مباحث پیشرفته ترش رو هم تو خود کلاس های سه او بیایم بررسی بکنیم چون یه بحث خیلی مهمیه سه او امروز توی ترهایی سای طبیعتا هر سایتی که امروز ساخته میشه هدف در واقع فروش و درآمدزایی داره و میخواد یه سری در واقع خدمات رو بیاد به کاربران خودش اختصاص بده و اون نیاز داره که مطالبش سه او بشه خب حالا اینکه بخوام با اگه با مفهوم سو احیانا آشنا نیستید آشناتون بکنم ببینید فرض کنید مثلا شما یه سایتی زدید واسه فروش لباس خب میخواید یه سایتی داشته باشید که فروش لباس رو توش انجام بدید کاربر میاد توی سا... مثلا گوگل سرچ میکنه توی اینترنت سرچ میکنه فروش مثلا لباس مجلسی خب اینو کاربر سرچ میکنه خب ببینید گوگل میاد یه سری سایت ها رو به عنوان نتیجه حالا جستجوی اون کاربر بهش نشون میده که اگه دقت کنید اینجا مثلا یک و از خود ها که نفر اول شروع میشه دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت و هشت و نه تقریبا نه تا معمولا ده تا نشون میده حالا اینه که ما شمردیم اگه اشتباه نکرده باشیم تا 9 تا 10 تا نتیجه تو صفحه اول نشون میده حالا این قسمت کل به طور کلی 10 تا صفحه نتیجه گوگل واسه ما داره که من الان برم تو صفحه دوم دوباره تو صفحه دوم هم نزدیک 9 تا 10 تا نتیجه رو به ما نشون میده مجددا من برم توی صفحه سوم دوباره 10 تا نتیجه رو به ما نشون میده و هم همینجور برم الی آخر گوگل یه سری سایت ها رو به ما نشون میده واسه مثلا عنوان فروش لباس مجلسی خب حالا یه سوالی اینجا مطرح میشه چطور میشه که گوگل یه سری سایت ها مثل مثلا سایت دیجی یا مثل مثلا این سایت هایی که اینجا هستن شما مشاهده میکنید اینا رو میاره توی صفحه اول نشون میده بقیه رو میبره تو صفحه دوم سوم چهارم یه سری رو میبره صفحه دهم ده یه سری ها اصلا توی 10 تا صفحه نشون نمیده اینجا ببینید چیزی که شما لازم از همین ابتدای کار بدونید این سایت هایی که در صفحه اول هستن و ورودی زیادی دارن و دارن کار فروش طبیعتا درآمدزایی زیادی هم از سایتشون دارن سایت هایی هستن که یک عملیاتی به نام عملیات سه او رو اومدن روی سایتشون انجام دادن سه او به معنی دیده شدن حالا این دیده شدن صرفا توی گوگل نیست طبیعتا اونها روی شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام مثل تلگرام و فیسبوک یوتیوب ارز خدمتون خدمتتون آپارات روی همه شبکه های اجتماعی کار کردن و اونجا هم دیده شدن ولی خب گوگل هم خب طبیعتا یه موتور جستجوگر قدرتمندیه که مورد هدف همه سو کارها هستش که بیان سایت های خودشون رو واسه موتور جستجوگر گوگل او بکنن خب پس این فرایند سه او چیزیه که حالا ما تو این کلاس های در واقع مقدماتی طراحی سایتمون سعی میکنیم یه سری جزئیاتی که مربوط به اونه رو بگیم که انشالله حالا تو دوی کلاس های مون بیایم سراغ یه سری حالا مباحث پیشرفته تر سه مثل کار کردن با الکسا مثلا چک کردن رقبا سازی سرعت سایت حجم صفحات سایت و پیدا کردن کلمات کلیدی کلمات پورترافیک اینها مباحثی هستند که در واقع توی کلاس سه او ما بهش میپردازیم نحوه نگارش مثلا محتوای سه او شده مانند اینها اما از همین الان یک اصولی رو ما واسه خودمون در نظر میگیریم که در واقع سایتمون رو با یک اصول سه او شده شروع بکنیم به ساختن نکته ای که حالا من در اینجا میخوام خدمتون بگم که این ویرایشگر جدید وردپرس یکی از مشکلاتی که داره هر قسمت متنی که ما بخوایم در واقع توش اضافه بکنیم لازمه که یک بلوک جدید به اون اضافه بشه این علامت به اضافه رو شما مشاهده میکنید بعد از هر اینتری که من میزنم این بلوک ها وقتی اضافه میشه بلوک های جدید در واقع یک حجمی به صفحه ما اضافه میشه و این حجم باعث در واقع کند شدن سایت ما خواهد شد به همه خاطر ما از این حالت حالا ویرایشگر جدید وردپرس استفاده نمی کنیم و از ویرایشگر کلاسیک وردپرس میریم استفاده می و برای همین منظور من میرم توی در واقع سایتم و ویرایشگر کلاسیک وردپرس رو نصب می که حالا نوشته ها و برگه هایی که در آینده من منتشر می کنم توی قالب سبکتری باشم به این منظور میام توی قسمت افسونه ها این افسونه ها رو ما توی آموزش جلوتر به صورت کلی بررسی میکنیم ولی فعلا شما این ویرایشگر کلاسیک رو اضافه بکنید گزینه افزودن رو میزنم و همینجا ویرایشگر کلاسیک وردپرس رو که حالا سبکتر هستش نسبت به گوتنبرگ نصب میکنم و بعد از نصب فعالش میکنم که فعال بشه الان ویرایشگر کلاسیک در واقع فعال شد واسه ما مجددا میرم توی قسمت نوشته ها افزودن در واقع همه این نوشته ها میرم خب الان ببینید من بیام تو قسمت این نوشته که منتشر کرده بودم آموزش طراحی سایت با وردپرس اینجا میبینید گزینه ویرایش میتونم ویرایشش کنم میتونم حذفش کنم میتونم ازش حالا حالت نمایش هم بگیرم که من حالا میرم وارد بخش ویرایشش میشم فعلا که ویرایشش بکنم الان مشاهده بکنید این حالت حالت در واقع ویرایشگر کلاسیک وردپرسی که دیگه ما هر صد متنی که بخوایم اضافه کنیم در واقع یک بلوک جدید واسه ما ایجاد نمیشه که حالا صفحه ما رو بخواد بیش از حد سنگین بکنه و تقریبا شبیه یه فایل خیلی کم حجم ورد میمونه این ویرایشگر کلاسیک وردپرس و باعث سبکتر شدن صفحه ما میشه